نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه چهارم صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست با اشاره به اینکه پذیرفته شدن هر چیزی منوط به شروطی است فرمودند اگر لا اله الا الله فقط بر زبان جاری شود کافی نیست، بلکه شروط فراوان دیگری هم برای پذیرفته شدن ایمان و توحید وجود دارد. مثلا گفته شده نماز بخوانید تا رستگار شوید، اما شروط مقبول بودن این نماز داشتن وضو، رو به قبله بودن و داشتن لباس طاهر است و تا این شروط وجود نداشته باشد نماز مورد قبول قرار نمی گیرد. معظم الله در ادامه با اشاره به حدیث مشهور سلسله الذهب منقول از امام رضا علیه السلام، کلمه لا اله الا الله و توحید حصار محکم من است، هر کس داخل آن گردید از عذاب من ایمان خواهد شد فرمودند. اما در ادامه حضرت رضا سلام الله علیه شرطی را برای آن بیان می کنند، یعنی کلمه فقط لا اله الا الله کافی نیست. می فرمایند اما این شرط هایی دارد و من از شرط های آن هستم، یعنی از شروط پذیرفته شدن کلمه توحید پذیرش امامت من و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین است. ایشان همچنین با اشاره به اولین خطبه امیرالمؤمنین پس از خلافت ظاهری فرمودند حضرت امیر صلوات الله علیه در آن خطبه فرمودند همان گونه که خدای عزوجل توحید را بدون نبوت نمیپذیرد، یعنی اگر کسی بگوید توحید را قبول دارم اما نبوت را قبول ندارم، خدا میگوید من این توحید را نمیخواهم. در ادامه حضرت فرمودند همین گونه اگر کسی توحید و نبوت را قبول کرد اما ولایت و امامت را قبول نکرد، این را هم خدا نمیپذیرد، چون شرط پذیرش توحید است. با شروطش همه چیزی شروط داره، همه چیز شروط داره. میگه نماز بخون رستگار میشی، اما اگه وضو نمیگیره و نماز بخونه، اگه رو به قبله نماز نمیخونه، اگر با لباس غیر طاهر نماز میخونه، خب روایات دیگه گفته بگید لا اله الا الله صد تا شرط دیگه هم داره. حضرت الله صلوات الله علیه و روایت فرمودن به شروطها و انا من شروطها. هر چیزی شروط داره. بله. پس همون لا اله الا تنها کافی نی. امیر المؤمنین صلوات الله علیه من اینو مکرر عرض کردم در اولین خطبه‌ای که بعد از ریاست ظاهریشون خوندن، فرمودن همین جوری که خدای عز و جل توحید را نمیپذیره بدون نبوت، اگه کسی بگه خدا را من قبول دارم اما بگه نبوت را قبول ندارم، خدا میگه این توحید را من نمیخوام. فرمودن همین جور اگه کسی توحید و نبوت را قبول کنه و ولایت قبول نکنه، اونم خدا نمیپذیره. اینا شروط دیگه، مثل چیزای دیگه.